توهین و فحاشی راه اعتمادی به گوگوش. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه یه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. روز گذشته 15 اردیبهشت سال روز تولد خانم گوگوش بود. طرفداران خانم گوگوش روز گذشته منتظر منتشر شدن تصاویری از خانم گوگوش در جشن تولدش بودند و همچنین منتظر تصاویری از جشن تولد لاکچری گوگوش بودند. همونطور که میدونید چندی پیش حسن اعتمادی پدر رها اعتمادی به طور رسمی و علنی اعلام کرده که گوگوش عروسشه و پسرش یعنی رها با گوگوش رسماً ازدواج کرده و به همین خاطر بیشتر طرفداران خانم گوگوش هم منتظر این بودند که رها اعتمادی یک جشن تولد خاص و اختصاصی رو امسال برای خانم گوگوش تدارک ببینه. اما نه تنها رها اعتمادی برای گوگوش در روز تولدش جشنی رو نگرفت، بلکه یک خبر بسیار شوکه کنندهی همه طرفداران و مردم ایران رو شوکه کرد. رها اعتمادی به عنوان همسر فعلی خانم گوگوش و به عنوان منیجر خانم گوگوش حتی یک پیام ساده هم برای سال روز تولد گوگوش منتشر نکرد. جالبه بدونید که ندا سعیدی به عنوان جاسوس دست اول رها اعتمادی که همیشه گوگوش رو همراهی میکرد، دیروز در لندن در یکی از سالن‌های آرایش بوده که مشغول رسیدگی به کارهای شخصی خودش بوده و به هیچ عنوان او هم سال روز تولد خانم گوگوش رو به او تبریک نگفت. تنها عضوی از گروه گوگوش که روز تولد گوگوش رو به او تبریک گفت فقط بابک سعیدی همسر ندا سعیدی بود و در نهایت اما استوری بابک قلب همه رو لرزوند. او با یک استوری معنادار برای خانم گوگوش این چنین نوشت: گوگوش عزیز، امیدوارم که برامون بمونی و بخونی. ظاهراً تیم خانم گوگوش به ویژه رها اعتمادی و پدر او مسئله مهمی رو دارن از طرفداران گوگوش و خانواده او پنهان می کنن. ظاهراً خانم گوگوش توسط رها اعتمادی و پدر او به گفته آقای قربانی ظاهراً داره ترور بیولوژیکی میشه و اونها دارن با روش های خانم گوگوش رو ذره ذره میکشن و به قتل میرسونند و با دادن غذاهای مسموم هر یک از اندام های اعضای بدن او رو دارن از کار میندازن. گفته شده که ظاهراً خانم گوگوش در روز تولد خودش درگیر بیماری بوده و در بیمارستانی به طور پنهانی بستری است و به هیچ عنوان قرار نیست که این خبر رسانه‌ای بشه. گفته شده که بسیاری از افراد و خانواده خانم گوگوش نگران حال و نگران سرنوشت او هستند. این روزها رها اعتمادی و پدرش آنچنان در زندگی گوگوش قدرت نمایی می کنند که در واقع انگار خدای گوگوش هستند. اونها با منتشر کردن خبر ازدواج رها و گوگوش خواستن قدرت و سلطنت خودشون رو بر مال و اموال و بر خود گوگوش به تصویر بکشن و رسانه‌ای بکنند. روز گذشته همین که رها اعتمادی به گوگوش سال روز تولدش رو تبریک نگفت، به نوعی به گوگوش توهین و فحاشی کرد، چرا که اعلام کرد گوگوش برام مهم نیست. این پول و در واقع شهرت گوگوش هستش که برام مهم بوده و الان من این طور خداحافظی گوگوش رو در حالی به اتمام رسوندم که در واقع هرچی میخواستم گوگوش برام کار کرد و به هم دو دستی تقدیم کرد و حالا وقتش رسیده که گوگوش رو که دختر ایران و نماد ایران هست خفش کنم و در خفا به زندگیش پایان بدم، طوری که حتی نتونه یک کیک داشته باشه برای روز تولدش، طوری که حتی نتونه تا سال روز تولدش یه شم فوت بکنه، یه بلایی سرش بیارم که حتی طرفدارانش هم اگر میلیونی باشن نفهمن چه بلایی سرش اومد و چطور مرد. آخرش هم میام میگم گوگوش مرد و سکته کرد و یا هر چیز دیگه،
نمیام بگم که به قطر رسوندمش. اینها نقشه های کثیفی هستش که رها اعتمادی در ذهنش داره. او با پول های گوگوش حالا بعد از اتمام تور خدافزی شبکه جهانی خودش رو در امریکا داره راه اندازی میکنه و یک ساختمون بزرگ و مجلل در یکی از مناطق لاکچری آمریکا برای همین شبکهش خریده و پدرش که در واقع دشمن ایران و ایرانی و گوگوش و شاهزاده رضا پهلوی هست دیروز اعلام کرد که قاتل شاهزاده رضا پهلوی و گوگوش است و با جلسه محرمانه و ضروری که در اسپانیا و همراه شهرام همایون یکی از مجریان منافق و دشمن ایران در اسپانیا برگزار کرد با حضور جمعی دیگری از دشمنان ایران که فارسی زبان بودند و متاسفانه هموطنمون بودند اعلام کردند که دشمن گوگوش و شاهزاده رضا پهلوی هستند و شب گذشته سریعاً یک جلسه ای رو برگزار کردند و در نهایت جشن سرور و یک شامی رو هم در کنار هم کوفت کردند که در واقع یک نماینده ای رو به جای شاهزاده رضا پهلوی برای مردم ایران انتخاب بکنند. قدرت و سلطنت حسن اعتمادی که تا چندی پیش توی گوشه خونش در سوئد نشسته بود و منتظر گذران زندگیش بود حالا با پولهای گوگوش به حدی رسیده که او حتی به فکر نقشه قتل گوگوش و شاهزاده رضا پهلوی افتاده و امید خلیلی یکی از مجریان شبکه مناتو هم در واقع تصاویری از این جلسه محرمانه پدر رها منتشر کرده و او رو یک خائن بلفطره بزرگ برای ایران و ایرانی و شاهزاده رضا پهلوی و گوگوش معرفی کرده. دوستان عزیز، هر آن چیزی که برای شما عزیزان در این ویدیو گفتیم در واقع گفته‌ها و نقل قول‌های از جانب خودمون نبوده، بلکه بر اساس خبرها و پست‌های اینستاگرامی جدیدی بوده که از طرف نزدیکان خانم گوگوش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ما فقط برای شما عزیزان این خبرها رو روایت کردیم. اگر صدام بد بود، اگر توپخ زدم، اگر صدای من رو دوست ندارید یا هر نقدی که دارید، از شما ممنون و متشکرم و از شما عذرخواهی میکنم به خاطر نواقصی که دارم و امیدوارم که بتونم با ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری و با خبرهای جدید تری برای شما عزیزان اخبار و ویدیوهای جدید رو منتشر بکنم. اگر اختصاصا از خانم گوگوش هم ویدیو تهیه میکنیم به دلیل این هست که کانال ما در واقع یکی از کانال های فن پیج خانم گوگوش هست. ممنون که با ما همراه بودید. سعی میکنیم از سایر هنرمندان و حواشیشون هم برای شما عزیزان تا لحظاتی دیگر ویدیوهای جدیدی رو تهیه کنیم. سپاس از محبت شما. لطفاً برای اینکه این ویدیو دیده بشه و به گوش رها اعتمادی برسه و بدونه که همچنان طرفداران گوگوش پیگیر وضعیت او هستن و او حق نداره که هر بلایی که میخواد سر گوگوش بیاره، برای اینکه این ویدیو دیده بشه و او پاسخگوی طرفداران خانم گوگوش بشه تا از فشارهایی که و بلاهایی که سر گوگوش میاره اون فشارها رو کمتر بکنه، لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ بکنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوها رو ببینید، لایک کنید، برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر، در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و انگلیس و فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر و شهرهای مختلفشون لطفاً در گروه‌های فارسی زبانان و ایرانیان لطفاً شیر بکنید و حتماً ویدیومونو لایک بکنید تا دیده بشه، حتماً کامنت بذارید و حتماً روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو هم فشار بدید. ممنون از این همه محبت و بزرگواری شما. امیدوارم که بتونم من هم خدمت خوب و ارزنده‌ای رو نسبت به تمامی مخاطبان کانال نیوز تیوی داشته باشم. سپاس تا یک ویدیوی دیگر. شب و روز بر شما عزیزان خوش.